جشنواره انگور، عسل و انجیر هرات. به این مناسبت نام افغانستان هم با انگور نوشته و تزیین شده است. نمایشگاهی که امروز در ریاست زراعت هرات برگزار شده است. در این نمایشگاه محصولات عمده زراعتی هرات به نمایش گذاشته شده. از جمله انگور که بیشترین نوع آن در این ولایت یافت می شود به نمایش گذاشته شده است. امسال نه تنها که انگور بل انجیر و عسل هم در هرات محصول خوبی داده است. سطح تولید سال گذشته ما حدود 120 هزار تن 115 الی 120 هزار تن تولید انگور داشتیم. امسال به 140 هزار رسیده. عسل ما 150 تن بود به 200 تن رسیده و انجیر ما به 8 هزار تن سطح تولید رسیده. اما بارندگی های فصلی امسال به محصولات زراعتی امسال کشاورزان در هرات آسیب رسانده است. از سوی برخی از باغداران و فارمداران عسل از بیتوجهی حکومت و نبود برنامه های تشویقی از محصولاتشان شکایت می کنند. یک ماه یا 20 روز پیشتر 4 کیلو انگور لال و داخل میدونبارای شما به 40 افغانی خریده فروش می شود. یا یک 4 کیلو انگور کشمشی یا شنگلخنی به 60 افغانی یا 50 افغانی. آیا این با باغدار جفانیه؟ نمایشگاه مردمی برگزار کنند تا اینکه مردم اشتراک کنند و با محصولات وطنی ارتباط داشته باشند، محصولات وطنی را استفاده کنند. وقت میشه که انشالله زنبوردار و بالاخره تولید کننده سرپاخ استاد میشه. اما مسئولان محلی میگویند که در حال برنامه ریزی برای صادرات محصولات زراعتی این ولایتند. امسال بعد ما الگو نگیریم. امسال کل نظم منطقه و جهان به هم خورده از خاطر کرونا. ما برنامه‌های خود برای سال بعد باید تنظیم بکنیم. در همین حال شورای ولایتی هرات از وعده‌های عملی نشده حکومت به کشاورزان هرات انتقاد می‌کند. در حقیقت که امروز جشن انگوره، ای کاش که بجاز یک ماتم می‌گرفت بزنا. به خاطر کدو جشن؟ یک جشن که انگوره که باید مال به خارج صادر می‌شد، متأسفانه به اثر مشکلات کرونا تا در سال‌هایی که نبود کرونا. همه ساله در فصل برداشت محصولات زراعتی حکومت وعده های زیاده به کشاورزان می دهد. اما کشاورزان هم از وعده های عملی ناشده حکومت و نبود بازار برای فروش محصولاتشان انتقاد می کنند. روندی که همچنان ادامه دارد.